برادران کارامازوف نوشته فئودور داستایوفسکی جلد دوم کتاب یازدهم برادر ایوان فئودورویچ خانش دیبا رستگار ادامه فصل نهم عنوان شیطان بختک ایوان فئودورویچ ایوان با لبخندی از روی نفرت گفت پس تو حتی به خدا هم ایمان نداری؟ چه بگویم؟ یعنی اگر شوخی نمی کنی ایوان با همان شدت و حیدت فریاد زد خدایی هست یا نیست؟ آه پس شوخی نمی رفیق جان والا نمیدانم خب بیا حالا دیگر گفتم نمیدانی اما خدا را میبینی نه تو شخص دیگری نیستی خود منی خود من و نه چیز دیگر تو آشغالی خیال منی خب اگر خوشداری من هم همان فلسفه تو را دارم این درست است من می اندیشم پس من هستم این را به طور مسلم می دانم دیگر چیزها تمام این دنیاها خدا و حتی شیطان این همه به نظر من به اثبات نرسیده است آیا به خودی خود وجود دارد یا اینکه تنها جلوه از خود من است بست منطقی ذات من که از ازل وجود داشته است اما عجله دارم که حرفم را تمام کنم چون فکر می کنم همین حالا از جا میجهی و توی صورتم میزنی ایوان از روی درماندگی گفت بهتر است حکایتی برایم بگویی مهمان گفت دقیقا درباره موضوع مورد بحثمان حکایتی هست یا بهتر است به جای حکایت بگویم افسانه با بی ایمانی سرزنشم می می بینی می گویی باز هم ایمان نمیآوری اما رفیق جان اما من تنها کسی نیستم که چنین حال و روزی دارم حالا همه توی گل مانده ایم همش هم به وسیله علم شما زمانی ذرات و حواس پنجگانه و چهار عنصر وجود داشت و بعد همه چیز به نحوی به هم پیوست حتی در دنیای قدیم هم ذرات وجود داشت اما از زمانی که خبردار شده این مولکول شیمیایی و پروتوپلاسم را کشف کرده اید و شیطان می داند چه چی چیزهای دیگری را مجبور شدیم دممان را روی کولمان بگذاریم. آنجا بلبشو و خرافات و شایعاتی را افتاده که آن سرش ناپیداست. میدانی که در میان ما به همان اندازه شایعات هست که در میان شما. در واقع قدری هم بیشتر. راستش بدنام کردن هم هست. چون اداره ای داریم که اطلاعات ویژه به آن میرسد. خب، این افسانه واهی به قرون وستای ما تعلق دارد نه قرون وستای شما بلکه قرون وستای ما و حتی در میان ما هم کسی باورش ندارد مگر پیرزنان 250 پندی منظورم پیرزنان شما نیست پیرزنان خودمان را میگویم هر چیزی را که شما دارید ما هم داریم دارم به خاطر دوستی یکی از رازهایمان را بر تو فاش میکنم هر چند که قدغن است این افسانه درباره بهشت است میگویند که اینجا بر روی زمین متفکر و فیلسوفی بوده است او منکر همه چیز شد شریعت وجدان ایمان و از همه مهمتر آخرت وقتی مرد انتظار داشت که یک راست به سوی تاریکی و مرگ برود و جهان آخرت را در برابر خود یافت شگفت زده و خشمناک شد گفت این با اصول من مباینت دارد و به همین خاطر به عقوبت دچار شد یعنی باید مرا ببخشی عین حرفی را که شنیدم بازگو میکنم افسانهای بیش نیست او را محکوم کردند که توی تاریکی چهار میلیارد کیلومتر راه برود آخر میدانی ما هم مقیاس متر را برگزیده ایم و هنگامی که آن مسافت را طی بکند دروازه های بهشت به رویش باز می شود و مورد عرف قرار می گیرد. ایوان با اشتیاقی عجیب پرسید در آن دنیا غیر از چهار میلیارد کیلومتر راه رفتن چه شکنجه هایی دارید چه شکنجه های؟ آه ما پرس. در روزگاران قدیم همه نوعش را داشتیم. اما حالا جایشان را عمدتا به مجازات اخلاقی دادند. عذاب وجدان و محملاتی از این دست. این را هم از شما گرفتیم. از نرم خوش شدن شما. و چه کسی مستقتر تر است؟ فقط آنهایی که وجدان ندارند. چون وقتی وجدان ندارند از کجا می توانند عذاب وجدان داشته باشند؟ اما آدم های نجیب که وجدان و شرف دارند به خاطرش رنج میبرند. اصلاحات وقتی که زمینه برای آنها فراهم نشده باشد مخصوصا اگر نهادهایی باشند که نسخه بدل خارجی باشند چیزی جز خرابی به بار نمی آورد. آتش قدیم بهتر بود. خب این شخص که محکوم شد چهار میلیارد کیلومتر راه برود آرام ایستاد به دوروبرش نگاه کرد و در میان راه دراز کشید. نمی رو. از اصول سر باز میزنم روح یک ملحد روشنفکر روسی را بگیر و با روح یونس نبی که سه شبانه روز در شکم ماهی مکزد در هم بیامیز خصلت آن متفکر که در میان راه دراز کشید به دستت می آید. روی چه دراز کشید؟ خب گمان می کنم چیزی برای دراز کشیدن روی آن بود. نمی خندی؟ ایوان هنوز با همان اشتیاق عجیب فریاد زد احسنت. حالا با کنجکاوی غیر منتظری گوش میداد. خب حالا هم همانجا دراز کشیده؟ نکته همین است که او دراز نکشیده. حدود هزار سال آنجا دراز کشید و بعد پاشد و راه افتاد. ایوان که با حالتی عصبی می خندید و همچنان به نظر می رسید که سخت در اندیشه چیزی است فریاد زد. عجب خری. مگر فرق می کند که تا ابد آنجا دراز بکشد یا چهار میلیارد کیلومتر راه برود. طی این مسافت یک بیلیون سال طول می کشد. مهمان گفت بیشتر از آن قلم و کاغذ ندارم و الا حساب میکردم. اما او خیلی وقت پیش به آنجا رسید و همین جاست که داستان آغاز می شود. چه؟ به آنجا رسید؟ آخر یک بیلیون سال را از کجا آورد؟ تو مرتب به زمین فعلی ما فکر می کنی. اما زمین فعلی ما چه بسا که یک بیلیون بار مکرر شده باشد از بین رفته یخ زده شکاف برداشته تکه تکه شده به عناصر متشکلش تجزیه شده دوباره آب بالای فرق بعد دوباره ستاره دنبالدار، دوباره خورشید دوباره از خورشید زمین می شود و همین توالی چه بسا پایان ناپذیر و درست با همان طول و تفصیل بسیار ناشایست و ملالت بار مکرر شده باشد خب خب بعد از این رسید چی پیش آمد؟ لحظه ای که دروازه های بهشت باز شد و او پا به داخل گذاشت هنوز از روی ساعت دو ثانیه نگذشته بود هرچند که به نظر من ساعتش حتما در میان راه تجزیه شده بود فریاد برآورد که ارزش آن دو ثانیه نه تنها به اندازه طی کردن چهار میلیارد کیلومتر بلکه چهار میلیارد میلیارد به توان چهار میلیارد بوده در واقع سرود هوشی آنا سرداد و چنان افراد کرد که بعضی از آدم های بلند اندیشه آنجا در آغاز با او دست نمی دادند می گفتند خیلی سری مرتجع شده. خلق و خوی روسی. تکرار می کنم که افسانه بیش نیست. بیشتر از این هم ارزشی به آن نمی دهم. باری این است نوع اندیشه هایی که حتی حالا هم در باره چنان موضوعاتی داریم. ایوان چنان که گویی عاقبت موفق شده بود چیزی را بیا بیاورد با شادی کودکانه فریاد زد مچت را گیر آوردم آن حکایت راجع به چهار میلیارد سال را خودم ساختم آن وقت 17 سالم بود به دبیرستان میرفتم آن حکایت را ساختم و به یکی از هم به نام کروفکین گفتم در مسکو بود آنقدر نمونه است که امکان نداشته از جایی اقتباسش کرده باشم فکر می کردم فراموشش کردم اما ناخداگاه بیاد آوردمش خودم بیاد آوردمش تو نبودی کان را به من گفتی هزاران چیز نزید آن به طور ناخداگاه به یاد میآیند حتی وقتی که ها را به پای چوبه دار می برند آن حکایت در رویا فراخانی شده آن رویا تویی تو رویا هستی نه موجود زنده مهمان خندید با این شدتی که منکر وجودم میشوی متقاعد شدم که به من ایمان داری ایوان گفت تو بگو یک ذره یک صدم ذره هم به تو ایمان ندارم مهمان گفت اما یک هزارم ذره که ایمان داری قطره قطره سیل می شود اعتراف کن که حتی به ده هزارم ذره هم ایمان داری ایوان با خش فریاد زد تو بگو یک لحظه و به لحنی عجیب افسود اما دوست دارم به تو ایمان بیاورم آها این شد اعتراف اما من خوشتینتم دوباره به یاریت می آیم. گوش کن این من بودم که مچت را گیر آوردم نه تو حکایت خودت را که فراموش کرده بودی عمدن برایت گفتم تا ایمانت را نسبت به من به کلی از بین ببرم. دروغ می گویی. هدف دیدارت این است که به هستی هم متقاعد سازی. مهمان گفت. درست همینطور است. اما تردید، حالت انتظار، جدال میان ایمان و بی ایمانی، گاهی چنان ای برای آدم با وجدانی مثل توست که بهتر از خودش را در جا به دار بیاویزد. با دانستن اینکه تمایل داری به من ایمان بیاوری و با گفتن آن حکایت قدری بی ایمانی کردم. به نوبت به سوی ایمان و بی ایمانی می و در این کار انگیزه ای دارم. روش جدید از قربان همین که کاملا به من بی ایمان شوی توی رویم بنا می‌کنی به مطمئن ساختن من که رویان نیست و واقعیت دارم. می شنسمت. فقط یک دانه ریز ایمان در وجودت می پاشم و درخت بلوط می شود. و چنان درخت بلوطی که با نشستن روی آن آرزو میکنی به صف روحبانان ازلد نشین و زنان عفیف ترایی چون در پنهان چنین آرزویی داری غذایت ملخ می شود سر به بیابان میگذاری تا روحت را نجات دهی ایوان گفت پس برای نجات روح من است که کار میکنی، آره بی سر و پا آدم باید گاهی عمل خیری بکند چقدر بدخلقی احمق آن مردان مقدس را که 17 سال در بیابان ملخ خوردند و عبادت کردند تا اینکه از خزه پوشیده شدند وسوسه کردی؟ مهمان گفت رفیق جان کار دیگری نکردم آدم تمامی دنیا و همه دنیاها را فراموش می و به چنان مرد خدایی می چون او الماس بسیار گرانبهایی است میدانی که چنان آدمی گاهی به تمام صور فلکی می ارزد. ما ریاضیات خودمان را داریم این پیروزی گرانبه هاست و بعضی از آنها به شرفم قسم در داشتن فرهنگ از تو پایین تر نیستند هرچند که باورش نداری آنها می توانند در یک لحظه چنان عمقی از ایمان و بی ایمانی را مورد تعمق قرار بدهند که گاهی به نظر می رسد در فاصله یک مویی سر و ته شدن قرار داشته باشند ایوان پرسید خب آیا تو شکست خوردی یا دماغت را کشیدند؟ مهمان به لحن حکیمانه ای گفت رفیق عزیز بهتر است با کشیده شدن دماغ قصر در بروی تا اینکه دماغت را کاملا از دست بدهی همانطور که یک مارکی همین چند وقت پیش حتما یک متخصص معالجش میکرده در اعتراف به پدر روحانیش یک یسوعی گفت من هم حاضر بودم بی نظیر بود گفت دماغم را پس بده و به سینه اش زد کشیش با حالتی تفرامیز گفت پسرم همه چیز بر طبق احکام رمزی مشیت الهی انجام می گیرد. و چیزی که بدبختی می نماید گاهی به منفعتهای فوقلاده هرچند غیر آشکار منجر می گردد. اگر سرنوشت بیامان تو را از دماغت محروم کرده به نفع توست که دیگر کسی نمی تواند دماغت را بکشد. مارکی امید فریاد زد پدر مقدس این که برای من مایه تسلان نیست اگر دماغم سر جایش می بود خوشحال میشدم که همه روزه کشیده شود. کشیش آه کشید و گفت پسرم انتظار نداشته باش که در جا از همه مواهب برخوردار شوی. گفتت ساز کردن شکفه در برابر مشیت الهی است. همو که حتی در این خصوص هم فراموشت نکرده است چون اگر شکفه کنی همینطور که همین حالا شکفه کردی و بگویی که خوشحال میشوی که در تمام عمر دماغت کشیده شود آرزویت من غیر مستقیم برآورده شده است چون وقتی دماغت را از دست دادی دماغت را گرفته بودند و به دنبال می کشندندت. ایمان فریاد زد په چه احمقانه دوست عزیز فقط میخواستم سرگرمت کنم اما قسم میخورم که این یک صفصته یسوعانه خالص است و قسم میخورم که کلمه به کلمه اش همانطور که برایت گفتم اتفاق افتاد همین اواخر اتفاق افتاد و حسابی توی دردسرم انداخت آن مرد جوان نگونبخت همان شب با رسیدن به خانه خود را به تیر زد تا دم آخر کنارش بودم این اعترافگاه های یسوعانه مسرتامیزترین تفریحات من در لحظات افسردگی است این هم حادثه دیگری که همین چند روز پیش اتفاق افتاد یک دختر نورماندی 20 ساله ریزندام و بور لعبتی چاق و چله و بی تجربه که دهان را آب میاندازد به نزد کشیشی می آید. خم می شود و گناهش را از لای شبکه های اعترافگاه زمزمه می کند. کشیش فریاد می زند. دخترم باز هم دامن به گناه آلودی؟ ای سانکتا ماریا چه می شنبم؟ این دفعه همان مرد نبود آخر تا کی به این کار ادامه می دهی؟ حیا نمی کنی؟ گناهکار با اشک ندامت جواب می دهد. آه پدر به او بیشترین لذت را می دهد و به من هم کمترین اذیت را تصورش را بکن چنین جوابی خودم را پس کشیدم فریاد طبیعت بود و اگر خوشداری بهتر از خود معصومیت در جا گناهش را آمرزیدم و داشتم میرفتم که مجبور شدم برگردم شنیدم که کشیش برای عصر با او قرار و مدار میگذارد هر چند که پیرمردی بود به سختی سنگ خارا یک لحظه نکشید که دل باخته شد. طبیعت بود. حقیقت طبیعت از حقوق خود دفاع کرد. چه؟ باز هم رو برمیگردانی؟ باز هم عصبانی شده ای؟ نمیدانم چطور مایه ای خوشنودیت را فراهم کنم. ایوان ناتوان در برابر شبه خیش به زاری زار نالید. دست از سرم بردار. مثل بختکی پرازار بر مغزم میکوبی از دست تو دیگر به جان آمدم برای خلاصی از شر تو حاضرم همه چیزم را بدهم مهمان به لحنی موکد گفت تکرار میکنم توقعاتت را پایین بیاور تمام چیزهای بزرگ و والا را از من نخواه و خواهی دید که چطور با هم راه میاییم راستش از دست من عصبانی هستی که چرا به صورت درخششی سرخ با رعد و برق و بالهای سوخته بر تو ظاهر نشدم و با چنین هیئت ساده جلوه کردم در درجه نخست احساس هنریت جریه دار شده و در درجه دوم احساس غرورت مگر می شود چنین شیطان مبتزلی با آدم بزرگی چون شما دیدار کند؟ آره آن رگه رومانتیکی که حتی بلینسکی هم به شدت مسخرش میکرد در تو هست. ای مرد جوان، دست خودم نیست. همچو که آماده می شدم به سراغت بیایم فکر کردم محض شوخی در هیئت ژنرال بازنشسته ظاهر شوم که در افغاز خدمت کرده باشد با قبه و شیر و خورشید اما از انجام این کار به شدت ترسیدم چون به خاطر گستاخی در نصب شیر و خورشید بر لباسم به جای حداقل یک ستاره قطبی یا ستاره کاروانکش از دست تو تازیانه میخوردم مرتب هم میگویی که من احمقم اما کردارمان را شکر ادعا نمی کنم که به لحاظ شعور هم تای تو باشم مفیستافلس به فاوست گفت که شر را آرزو می کنم ولی همش کار خیر می کرد خب او می تواند هر چه خوش دارد بگوید قضیه در مورد من فرق می کند شاید در تمام آفرینش من تنها آدمی باشم که حقیقت را دوست می دارم و از صدق دل خیر را آرزو می کنم من آنجا بودم که کلمه بر صلیب که جان داد و به آسمان اروج کرد جان دزد طائب را برداشت و با خود برد غوغای شوقامیز کروبیان را که هوشیانا می میخواندند و زوزه رعداسای سرافها را که آسمان و تمام آفرینش را میلرزان میشنیدم و به تمام مقدسات عالم قسم آرزو داشتم به گروه سرایندگان ملحق شوم و با آنها فریاد هوشیانا را سردهم کم مانده بود کلام از دهنم در بیاید و از لبانم بگریزد میدانی که چقدر حساسم و به لحاظ زیبایی شناسی تأثیر پذیر اما عقل سلیم آه یکی از ناشایست ترین ویژگی های خصلتم انانم را گرفت و آن لحظه از دستم در رفت چون اندیشیدم پس از هوشی آن خواندنم چه پیش می آید همه چیز بر روی زمین آنن خاموش می شد و هیچ رویدادی صورت وقوع نمی و این بود که صرفا از روی حس وظیفه و موقعیت اجتماعیم مجبور شدم جلوی آن لحظه خوب را بگیرم و به کار محوله زشتم بچسبم. یک نفر امتیاز تمام چیزهای خوب را به خود اختصاص می دهد و برای من چیزی جز زشتی نمی ماند. بر افتخار زندگی پرفراغت و نیکامیز حسد نمی برم. جاه طلب نیستم. از میان تمام موجودات عالم چرا من محکوم شدم که همه آدم های شریف لرنتم کنند و حتی با تیپا بزنندم چون اگر به هیئت انسان درایم مکلفم که گاهی چنان عواقبی را بپذیرم البته میدانم که رازی در این موضوع هست اما این راز را به هیچ قیمتی به من نخواهند گفت چون آن وقت اگر به معنایش پی ببرم شاید زیر خواندن هوشی آنا بزنم و آن علامت منفی ضروری آنن ناپدید شود و عقل سلیم مالک الرقاب رقاب سراسر دنیا گردد و این البته یعنی پایان همه چیز حتی پایان مجلات و روزنامه ها چون چه کسی به آنها آبونه می شود؟ می دانم که در آخر زمان من هم به صلح و سلم می رسم. من هم چهار میلیارد کیلومتر راه را می و از راز با خبر می شود. اما تا زمان وقوع آن در حال قهرم و مطابق پیشانی نوشت عمل می کنم. هر چند که برخلاف میل باطنی هم است. یعنی نابود کردن هزاران نفر به خاطر نجات دادن یک نفر. به خاطر آن تنها انسان عادل ایوب که بر سر او در روزگاران کوهن چقدر مرا دست انداختند و چقدر آدم میبایست نابود میشد و چقدر آبرو ریخته میشد. آری تا آن زمان که آن راز آشکار شود دو گونه حقیقت بر من وجود دارد یکی حقیقت آنها در آن سو که تاکنون از آن خبردار نشدم و دیگری حقیقت خودم و معلوم نیست که کدام یک بهتر از آب در بیاید خوابی ایوان با عصبانیت لندید شاید هم باشم تمام اندیشه های احمقانه ام را که از مدتها پیش از رونق افتاده و دفترش بسته شده و مانند لاشه ای به دور انداختم به عنوان چیزی تازه بر من عرضه میکنی. مهمان گفت نمی شود تو را خوشنود کرد. مرا باش که فکر می کردم با سبک ادبی هم مجذوبت می کنم. آن هوشی آنا در آسمان چندان هم بد نبود. ها؟ و بعدش آن لحن تنظامیز هاینوار. ها؟ توضیح پاورقی هانریش هاینه شاعر و مقاله نویس آلمانی 1797 تا 1856 که به خاطر تنزش معروف است. ادامه متن. ایوان گفت نه هیچ وقت چنین رجالهی نبودم پس چطور روح من رجالهی مثل تو را پس انداخته؟ رفیق عزیز جوان روسی آقامنش بسیار جذابی را میشناسم متفکری جوان و عاشق سینچاک ادبیات و هنر سراینده شعری نوید بخش با عنوان مفتش اعظم داشتم به او فکر می کردم. ایوان گلگون از شرم فریاد زد حق نداری حرف مفتش اعظم را بزنی و تحولات ناگهانی زمین شناسی یادت هست؟ آن هم شعر بود حالا زبان بگیر و ایلا میکشمت مرا میکشی؟ نه میبخشی من حرف خواهم زد آمدم تا از این لذت بهره من شوم. آه رویاهای دوستان جوان پرسوزم را که برای زندگی از اشتیاق میلرزند دوست میدارم بهار گذشته که قصد آمدن به اینجا را داشتی گفتی آدم جدیدی هستند که نظرشان بر این است همه چیز را نابود کنند و از در آدم خاری در احمق ها. نظر مرا نپرسیدند. نظر من این است که لازم نیست چیزی نابود شود. آنچه لازم داریم این است که اندیشه خدا را در انسان نابود کنیم. نحوه دست به کار شدن ما باید این چنین باشد. با همین است که باید شروع کنیم. ای نژاد کوردل آدمیان که فهم ندارید همین که تمام انسان ها منکر خدا شوند و فکر می که آن دوره همانند دوره های زمین صورت وقوع خواهد یافت مفهوم قدیمی جهان بدون آدمخواری از بین می رود و همینطور هم اخلاق قدیمی و آن وقت همه چیز از سر گرفته می شود انسان ها متحد می شوند و از زندگی تمام چیزهای گرفتنی را می گیرند منتها برای لذت و سعادت در دنیای حاضر انسان با غرور کبریایی تایتانوار برکشیده می شود و انسان خدا ظهور می کند. انسان فتح طبیعت را به مدد اراده و دانش ساعت به ساعت گسترش می دهد و چنان لذتی احساس می کند که تمام رویاهای های دیرینش در مورد لذات آسمانی جبران می شود. هر کسی خواهد دانست که فانی است و مرگ را مانند هر یک از خدایان با غرور و آرامش خواهد پذیرفت. غرورش به او می آموزد که لب به شکف گشودن از کوتاهی عمر بیفایده است و برادرش را بدون نیاز به پاداش دوست می دارد. دوست داشتن برای یک دم از عمر هم بس خواهد بود اما آگاهی از زود گذر بودنش آتش آن را تیزتر خواهد کرد. آتشی که حالا در میان رویاهای عشق جاودانی آن سوی گور پخش و پلا شده است و چه و چه در همین روال چه بامزه؟ ایوان با چشمانی دوخته بر زمین و دستهایی فشرده بر گوش نشسته بود اما تمام بدنش به لرزه افتاده بود صدا ادامه داد متفکر جوان اندیشید حالا بحث در این است که آیا امکان آمدن چنین دوره‌ای هست اگر که بیاید همه چیز معین شده و انسانیت تا ابد استقرار یابد. اما به دلیل حماقت ریشه داره انسان از آنجا که این دوره دست کم تا هزار سال دیگر نمی آید، کسی که حقیقت را تشخیص می دهد، حتی حالا هم می تواند مشروعا زندگی خیش را آنگونه که خوش دارد بر پایه اصول جدید نظم دهد. در این معنا برای او همه چیز مجاز است. علاوه بر این، حتی اگر این دوره صورت وقوع نیابد، از آنجا که به هر تقدیر خدا و بقایی در کار نیست، انسان جدید می تواند انسان خدا شود. حتی اگر در تمام دنیا تنها آدم باشد و با ارتقا یافتن به مقام جدید میتواند در صورت لزوم از حصارهای اخلاق دیرین برد انسان قدیم بگذرد. قانونی برای خدا وجود ندارد. هر جا به همانجا مقدس است. جایی که من می ایستم آنن سطر خواهد بود. همه چیز مجاز است. همین و سلام. این همه بسیار فریبنده است. اما اگر میخواهی از در فریب درایی پس چرا برای این فریبکاری تقدیس اخلاقی میخواهی این خصلت روسی جدید ماست بدون تقدیس اخلاقی نمیتواند دست به فریبکاری بزند آخر او خاطرخواه حقیقت است مهمان که پیدا بود فساحت گفتارش او را از جا برکنده است بلندتر و بلندتر سخن میگفت و با حالتی تنظامیز به میزبانش نگاه میکرد اما موفق به اتمام سخن نشد ایوان یک باره استکانی از روی میز برداشت و به سوی سخنران پرت کرد. سخنران از روی کاناپه برجهید و قطرهای چای را از خودش تکاند و فریاد زد. این دیگه بیمزه است. او جوهردان لوتر را بیاد می آورد. توضیح پاورقی لوتر جوهردانش را به شیطان که برای وسفسش آمده بود پرت کرد. ادامه متن مرا به جای رویا می گیرد و استکان به سوی رویا پرتاب می کند. به کار زن می ماند. خیال میکردم دستهایت را علکی روی گوش گذاشته بودی. صدای کوبش بلند و مدام به پنجره ناگهان به گوش رسید. ایوان فودورویچ از روی کاناپه برجهید. مهمان فریاد زد. میشنوی؟ بهتر است در را باز کنی. برادرت آلیوشاست. حتم دارم که حامل خبری بسیار جالب و تعجب انگیز است. ایوان دیوانهوار گفت ساکت باش فریب کار میدانستم آلیوشاست احساس میکردم میآید و معلوم است بیهوده نیامده معلوم است که خبر میآورد یالا در رو بروش باز کن بیرون بوران است او برادرت است حضرت آقا خبر دارند چه هوایی است در چنین هوایی سگ را هم بیرون نمیگذارند کوبش ادامه یافت ایوان میخواست به سوی پنجره بشتابد اما انگار بازوها و پاهایش در زنجیر بود تمام تقلایش را برای گسستن زنجیر به کار بست اما به عوض صدای کوبش به پنجره بلندتر و بلندتر شد عاقبت زنجیر گسسته شد و ایوان فئودورویچ از روی کاناپه خیز برداشت با حالتی سبعانه به دور و برش نگاه کرد هر دو شم کمابیش بیش نمی سختند. استکانی که همین حالا به مهمانش پرت کرده بود روی میز در برابرش قرار داشت و کسی روی کاناپه روبرو نبود صدای کوبش به پنجره همچنان ادامه داشت اما به هیچ رو بدان اندازه که در رویا به نظرش رسیده بود بلند نبود به عکس کاملا آرام بود ایوان فودورویچ فریاد زد رویا نبود قسم میخورم رویا نبود همش همین حالا اتفاق افتاد به سوی پنجره شتافت و شیشه متحرک را باز کرد با صدای خشن بر سر برادرش داد زد آلیوشا به تو نگفتم که نیایی در دو کلمه چه میخواهی در دو کلمه میشنوی آلیوشا از حیات جواب داد یک ساعت پیش اسمردیاکوف خودش را حلقاویز کرد ایوان گفت بیا به سمت پله ها فوری در را باز می کنم رفت و در را به روی آلیوشا باز کرد